خیلی وقت پیش، شاید 4 سال یا 5 سال پیش بود که من و امیر، کارگردان هنری بازی، با هم دیگه داشتیم راجع به سوژه ها صحبت میکردیم. هی دیزاین های مختلف میآوردیم، طرح های مختلف که میخوام تصمیم بگیریم یکیشو کار بکنیم. اون موقع یکی از همسایه های ما یه جوونی بود که خودکشی کرده بود. فقط به خاطر اینکه برادر بزرگترش براش ماشین نخریده بود و برای بقیه خواهر برادرها ماشین خریده بود. این موضوع رو وقتی من برای امیر تعریف کردم، با هم راجع به این صحبت کردیم که چطور میشه که ما اصلا نمیتونیم درک بکنیم همچین آدمی رو، آدمی که یکو فقط به همچین دلیلی دست به همچین کاری میزنه. وقتی بیشتر راجع بهش تحقیق کردیم، با چند تا از روانشناس رو صحبت کردیم، متوجه شدیم که اونها چیزی رو دارن تجربه میکنن، شرایطی رو دارن تجربه میکنن که برای ما قابل درک نیست. و اون موقع تصمیم گرفتیم یک تجربه مشترکی رو توی قالب بازی و سرگرمی تولید بکنیم که همه بتونن متوجهش بشن و یه جورایی بفهمن که اون آدم ها دارن چی رو تجربه میکنن و تو چه شرایطی هستن که یهو دست به همچین تصمیمی میگیرن و انجامش میدن. بازی واتپند زمان به معنی زمان خیلی وجود نداره، چون شخصیت اصلی دوچاره یه سری توهمات شدید ناشی از الستیه و علنا توی همچین شرایطی خیلی نمیشه به زمان اتکا کرد، بگی این چیزی که داری میبینی آیا واقعا وجود داره همین لحظه یا یک خاطره یه که داره مرور میشه یا حتی یک تصوری که هیچ وقت وجود نداشته و داره الان روبروی ما شکل میگیره. برای همین نمیشه راجع به زمان خیلی درست صحبت کرد توی بازی، ولی اینو میتونم بهتون بگم که بازیکن‌هایی که پیگیر گذشته استایز باشن توی بازی میتونن خیلی گذشته زیادی رو از استایز متوجه بشن و همون گذشته استایز که شاید به کمکش بیاد و پلیر بتونه با کمک چیزهایی که از استایز در گذشته استایز فهمیده بتونه توی بازی تاثیرگذار باشه روی تصمیماتش.